خب ماسرین عزیز، لکچر امروز ما در مورد تغییرات ECG در ایسکمیک هارت دیزیز است. ایسکمیک هارت دیزیز یکی از معمولترین مباحث قلبی است که به نام امراض ایسکمیک قلب یاد میشه. قبل از اینکه بریم لکچر را شروع بکنیم که چی تغییرات در ایسکمیک هارت دیزیز به وجود می آید، اول باید بفهمیم که وقتی میگیم ایسکمیک هارت دیزیز کدام امراض شاملش است. وقتی میگیم ایسکمیک هارت دیزیز کدام امراض شامل ایسکمیک هارت دیزیز است. اگر یادتان باشه از نظر آناتومی یک شریان چند طبقه داره؟ سه طبقه داره. انتما و میدیا و ادوینتیشا. زمانی که سه طبقه سالم باشه، یعنی اتروسکلروز تأسس نکرده باشه، شریان مجرایش باز است، قطر یا دیامتر مجرا باز است، جریان خون یا اروا پرفیوژن خوبتر صورت گرفته میتونه. پس این شریان اگر در قلب باشه، شریان کرونری اروا و خونرزانی خوب میکنه. قلب از علیش دوچار اسکیمی نمیشه چون مجرا نرمال است و شریان هم خصوصیت قبض و بست خودم حفظ میکنه، اما در اثر پروسه اترو اسکلروز هم مجرا تنگ میشه و هم خصوصیت دستیمبلیتیش که توسعه پیدا میکنه در صفحه سیستول دوباره پس جمع میشه، ایش مختل میشه. در شرایط بزرگ بیشتر بازی مثلا صدق میکنم. فرض بکنین این شریان کرونری نرمال است و مریض هیچ مشکل نداره. فرد که شریان کرونری نرمال داشته باشه، مگر اینکه انومالی نداشته باشه یا اگه امبوله یا اسپازم پیدا نکنه، نرمال است. نه از نظر کلینیکی مشکل داره و هم نه از نظر ECG مشکل داره. در مورد زمان شریان در یک فرد که ریسک فاکتور داشته باشه، ریسک فاکتورهای اتروسکلروز اونم ریسک فاکتورهایی است که در اثر مطالعات تحقیقات ثابت ساخته فرد بیشتر مساعد به اتروسکلروز میسازه، مثلا فشار بالا، شکر، چربی بلند خون، تاریخچه فامیلی و سن و جنسیت و عدم فعالیت‌های فیزیکی، موارد مختلف. البته موضوع بحث ما ریسک فاکتور نیست. در مورد زمان این شخص شریانش، قطر نرمالش یک پروسه را سپری میکنه که پلاک های اتروسکلروتیک پیدا میشه. چی پیدا میشه؟ پلاک های اتروسکلروتیک که در مرور زمان یک پروسه مغلق مزمن التهابی است که با تجمع شحم، مکروفاژها و لیپید و عناصر دوران خون در این مرکز مشخص میشه و این پلاک از دو طرفه برجسته میشه و این پلاک که از دو طرف برجسته شد، شریان نرمال یا مسیر شریان جریان خون به مشکل دچار میشه، عضله نمیتونه مقدار کافی خون بگیره و به این خاطر دچار اسکیمی میشه. این فرض کنیم پلاک چی است؟ اتروسکلروتیک است. این پلاک های اتروسکلروتیک در یک شریانه که در مرور زمان تأسس میکنه، جریان خون میخواهد برقرار شود. یعنی جریان خون فرض کنیم به این طرف، این طرف هم نسج قرار داره، تیشو هارت یا هارت مسل قرار داره. وقتی خون انتقال پیدا میکنه در حالت استراحت، ممکن امی شریان کفایت بکنه خون رسانی را، مریض مشکل پیدا نمیکنه، درد پیدا نمیکنه. اما امی فرد با امی شریانه که پیش اتروسکلروز تأسس کرده، اگر اکسرسایز بکنه، در زیره بالا شوه، فعالیت‌های فیزیکی انجام بده، شریان نمیتونه جریان خون عضله قلبی رو تامین بکنه. پس عضله قلبی دچار چی میشه؟ اسکیمی میشه. عضله قلبی دچار اسکیمی میشه و دردی که به وجود میاد به نام آنجینا پکتوریس یاد میشه. آنجینا پکتوریس یا این نام یک عالم است که بار اول این توضیح داد، هیبردین آنجین. چی رقم آنجین است؟ او آنجین است که با فعالیت های فیزیکی، با جهد، اکسرسایز، برخورد با هوای سرد، درد یا چسپین پیدا میشه، 5-10 دقیقه دوام میکنه و برعکس با استراحت یا گرفتن نایتروگلیسرین درد چی میشه؟ آرام میشه. استراحت که کرد مریض، ریت قلب پایین میاد، مصرف اکسیژن کم میشه، دردش مرفوع میشه. یک خصوصیت کلینیکیش است. پس آنجین پکتورس یک نوعی از اسکمیک هارت دیزیز. وقتی میگم اسکمیک هارت دیزیز یعنی آنجینا پکتورس یک مرضش است. آنجینا پکتورس علت چیست که اسکمی ایجاد شده؟ چرا اسکمی با وجود میاد؟ چی است؟
اترو اسکلروز است. حالا پروسه مغلقتر میشه. چطور مغلقتر میشه؟ مغلقتر به این میشه که پلک های اتروسکلروتیک خود دچار التهاب میشه. این پلک اتروسکلروتیک است، قبلا تأسس کرده بود پیشک فرد. ممکن این فرد در زندگیش دچار آنجین شده باشه یا هم نشده باشه. نظر به پیشرفت پلک است. نظر به پیشرفت چی است؟ پلک یا رشد پلک ها که چند فیصد مجرا را بندش کرده. چند فیصد مجرا به بندش دچار شده در اثر این پلک. ممکن این مریض ها در طول زندگیش از تاریخچه آنچین شکایت بکنه و یا ممکن است هم نکنه. تو نیست که اتروسکلروز همیشه معادل آنجین نیست. تا که پلک ها ادوانس نشه، پیشرفت نکنه، مجرا رو تنگ نشه. خب این پلک این بار دچار اختلاط میشه، تقرح میکنه، یک قسمتش پاره میشه. این قسمت پاره میشه. وقتی سطح نرمال لشم پلک های اتروسکلروتیک، پلک های استیبل است، نمیگذاره که پاره شود چون نرمال لشم میباشه. اما در زمان که دچار اختلاط میشه، یک قسمتش تقرح میکنه، پاره میشه، ایروشن میکنه، تقرح میکنه، تسقب میکنه، یا نقطه یا خطی یا به هر شکلی که باشه. حالا چی اتفاق رخ میده؟ چی حادثه رخ میده؟ فاکتورهای تاثیری خون کلش میاد که پلاتلت ها فکر میکنه که اینجا آیا پاره شده، میخواد که ترمیمش بکنه. ترمیمش چی صورت میگیره؟ پلاتلت میاد بالا از این نصب میشه، پلاتلت اگریگیشن میکنه، یک پلاتلت دیگه، پلاتلت دیگه، پلاتلت، پلاتلت های دیگر هم فعال میشه در اثر آزاد شدن مواد. اونم کلش میاد ریسپتورهای مختلف در جدار پلاتلت فعال میشه، باعث اگریگیشن پلاتلت میشه. باعث چی میشه؟ اگریگیشن پلاتلت. هم فاکتورهای تاثیری خون، هم خود پلاتلت ها فعال میشه. پلاتلت بالا یکی دیگهش جمع میشه، میخواد که اینمی تسقب چی کنه؟ ترمیم بکنه. که گاهی وقت با ترمیم میشم دوچار میشه. گاهی وقت اینمی دو جزء ترمیم میشه، ای ارگانایزد میشه، جزء پلاک میشه، پلاک وجود میزاد میشه. اما اگر چانس بد بیاره که بسیار ای بالا برجسته خیز بزنه، مجرا چی میشه؟ بیشتر تنگ میشه. اما هنوز هم یک مقدار خون چی میکنه؟ ترانزیت میکنه، عبور میکنه. این پروسه کلینیکی باعث اسکیمی شدید میشه. اسکیمی چی میشه؟ شدید و به شکل هات اتفاق میفته. هم شدید است و هم هاد است. اکید کرونری سندروم یک اسم دیگه است، معمولترین علتش. و حادثه کلینیکی که باوجود میاد به نام انستیبل آنجین. به نام چی یاد میکنه؟ انستیبل آنجین. انستیبل آنجین اسکیمی شدید است. اگر این مجرات تنگ شده باشه و اسکمی بسیار شدید باشه که تا نکروز از الارا به وجود بره انفرکشن، میتونه یک نوع ما هم به نام نان کیو ویو مایکاردل انفرکشن که کیو تحسس نکرده، حتی میتونه سبب نان کیو ویو مایکاردل انفرکشن که کمک تشخیص دید توسط معاینات انزایماتیک صورت میگیره. ای سی جی هر دویش یکی هست، پس این هم تغییرات ای سی جی داره. انستیبل آنجین نان کیو ویو مای تغییرات ای سی جی داره. و بالاخره فکر کنن در رسم دیگه اگه واضح بسازم یا در بالای امی رسم. حالا اگر ای حادثه رخ داد که کم ترانزیت برقرار شد، خون منوس جریانش برقرار بود، باعث میشه که اسکیمی شدیدتر میشه، به شکل هات عملی اتک پین رخ میده، چسپین شدیدتر، حتی در زمان استراحت با وجود میه و حادثه کلینیکی که ایجاد میشه انستیبل آنجین، دردش به مراتب شدیدتر از اوش، دوامش هم بیشتر است و یا میتونه باعث نان کیو ویو مایکاردیال انفرکشن شه. و یا هم میتونه اینی پلاک ها اگر بسیار برجسته شود، بعد این تصویر براتون این رسم دیگه است. این بار تسقب باعث شده که پلاتلت ها زیاد جمع شود، فاکتورهای تاثیری خون جمع میشه، اینجا تسقب رخ داده. دیدید؟ دقت کنید. در اینجا جریان خون کاملا چی میشه؟
خط میشه. جیران خون که کاملا قطع شد، یعنی جیران خون اون طرف صورت گرفته نمیتونه. نسج که در اینجا قرار داره، مایوکارد قرار داره، دچار چی میشه؟ نکروز میشه. دچار چی میشه؟ نکروزز میشه و اکوت مایوکاردال انفارکشن وجود میاره. نکروزز که یادشی کلینیکی که وجود میاره، اکوت مایوکاردال انفارکشن ممکن استی الیویتد، نان استی الیویتد یا QF یا نان QF مایوکاردال انفارکشن. مایوکاردال انفارکشن وجود میاره. در این شما به بسیار وضاحت فهمیدین که فرق کردن پاتوجنیزش و نام کلینیکی پرزنتیشنش هم فهمیدین. پاتوجنیز در اسکمی وان جین پلاک ها متزایق ساخت شیریان، شیریان یک فرد در زمان فعالیت های فیزیکی جیران خون تنبیل کرده نمیتونه، یا در حادثات که رید بالا بره، های پراتروفی داشته باشه، تک کاردی داشته باشه، کم خونی داشته باشه، تاریتوکسیکوز داشته باشه، هم درد میتونه که ایجاد شد. و یا ممکن است که دچار اختلاط شوه که معمولترین علت و پاتوجنیز اکیوت مایوکاردال انفارکشن و انستیبل آنجین و نان کیوف مایمیر رپچر پلاک های اتروسکلروتیک است. معمولترین علت اکیوت مایوکاردال انفارکشن انستیبل آنجین و نان کیوف مایوکاردال انفارکشن رپچر پلاک های اتروسکلروتیک است با وجود میاد و اختلالات با وجود میاد. بحث امروز ما سر اسکمی است. آنجین چطور تغییرات ECG با وجود میاد میتونیم تشخیصش بکنیم. حالا آشکار شد براتون وقتی میگیم ایسکمیک هارت دیزیز، امراض ایسکمیک قلبی، یعنی یا آنجینا پکتورس یا انستیبل آنجین است یا اکیوت مایوکاردال انفارکشن است. ارسیش است. یک شباید مشخص شود که مشخص کردنش توسط ای سی جی و توسط کلینیک و معاینات انزایماتیک صورت میگیره. همیشه در تشخیص ایسکمیک هارت دیزیز نتیجه تشخیص ما خوب است که ما از اول بگوییم ام فالس پوزیتیو است دارم و ام تشخیص ما فالس نگاتیو دارم. معنای گپ چی است؟ بعضا مریض کلینیک شنا میگم از روی ECG میگم تشخیص میکنه از روی ECG ایسکمیک هارت دیزیز است، ولی در حقیقت غلط داریم. چرا بسیاری از موارد سبب تغییرات میشه در ای سی جی تغییرات تی و استی به وجود میاره که شبیه آنجین است. مثلا حالات فیزیولوژیک و دواها و بعض امراض مختلف سیستمیک که در بخش اسبابش ذکر میکنم تاثیر میکنه، اما تشخیص تو فالس پوزیتیو بوده. ایتریجینیک ای سی جی هارت دیزیز تشخیص میشه، خود تشخیص اضافه اوور دیاگنوز کردیشه. هر تیره که دیدین اسکیمی، هر تی انورژن که دیدین اسکیمی، هر تی انورژن دیدین اسکیمی، نه کلینیک بسیار مهم است. قضاوت کلینیکی تحلیل ای سی جی در روشنایی کلینیکال فایندینگز و بایوکیمیکال فایندینگز صورت میگیره، در رفتارهای کلینیکی و در رفتارهای لابراتوری که معاینات انزایماتیک هم نقش اساسی رو بازی میکنه. و یا بعضی موارد مریض دچار چسپین، دقیق چسپین داره، من شکایت میگم دکتر صاحب وقتی که رام میگردم سینه‌ام درد میکنه، از اینه بالا میشم سوزش میکنه، دوباره وقت استراحت میکنم یا وقفه میگیرم دم میگیرم درد نیست. در صفحه بدون درد به شما اومد ECG ریکارد میکنن، تشخیص میکنن نگاتیو، نرمالی است، مشکل نداری. در حالی که تو چیکاری؟ غلط است، فالس نگاتیو است. باید جهد او در زمان جهد درد داره، فعلا خود درد نداره، بدون درد مراجعه کنه. تشخیص واسه است غلط است. پس بنابراین در تشخیص ایسکمیک هارت دیزیز باید محتاط باشیم، جانب احتیاط رو در نظر بگیریم، نباید اوور دیاگنوز بکنیم و نباید هم اندر دیاگنوز بکنیم. اوور دیاگنوز یعنی بیش از حد استرس داره مریض تحمل کرده، مریضی که مشکل نداره، جوان است، ریسک فاکتور نداره، فاکتوری خطر نداره و تنها یک تیم منفی که دولت انزایتی ایجاد شد تشخیص ایسکمیک هارت دیزیز مریض روی پاکستان و هندوستان ساختی و یک استرس دیگه هم سرش خلق کردیم. این میشه که اوور دیاگنوز. اندر دیاگنوز که خود سطحی برخورد کردی، تاریخچه نگرفتی، کلینیکش پسر نکردی، استوریاش پست هیستوری کلینیکال پرزنتیشن و دیگه معایناتم کردش کمک بکنن کمک نکردی، ECG را تنها دیدی گفتی نرمال است. یا یک نفر تنها گراف قلبتون آورد نشون داد که دکتر سوی میگرفت برای سه کوچی مشکل داشت، میگی نرمال است،
مونای گپیس که ECG نرمال است. یعنی مریض ممکن مشکل داشته باشه. خب در اسکیمی وقتی میگیم اسکیم موجب تغییر برش ایجاد میشه. یک تغییر در قطعات استی است. استی سگمنت. استی سگمنت چند تغییر ایجاد میشه. دو تی ویف چینج. تغییر در مواجه چی است؟ تی است. تی ویف چینج. چی تغییرات در مواجه تی ایجاد میشه؟ این بسیار معمول شده میاد. سوم اگر یو ویف باشه یو ویف چینج است. و ممکن است تغییر در QRS باشه. این در ارسیش میتونه که تغییرات باشه. استی سگمنت چینج، تی ویف چینج، یو ویف اگر موجود باشه تغییرات برش ایجاد میشه و تغییرات در QRS کمپلکس. ار سیشم، ار چارشم میخونه که چی تغییر وقتی از روی ECG در استی سگمنت چی تغییرات میتونه ایجاد بکنه. تشخیص میکنم. اول استی سگمنت میخونه. استی سگمنت خودش میتونه سبب استی سگمنت دپریشن شوه. استی سگمنت چی؟ دپریشن. یک دریافت از این ECG میتونه سبب استی سگمنت الیویشن شوه، اسکیمی شدید باشه به شکل گذری، و یا میتونه سبب استی سگمنت الترننس شوه. هر سیش ها یک یک بحث میکنیم استی سگمنت دپریشن چی هست. این ECG نرمال این قطعات چی هست؟ استی. ای هم پیار سگمنت پی هست. یعنی تغییر در این قطعات میتونه جا شوه یا الیویت یا دپریشن، یا در تی به وجود می، یا اگر وی باشه در مواجه یو میتونه که تغییرات باشه. این در ارسیش میتونه که تغییرات ایجاد باشه. حالا قطعات استی، استی سگمنت دپریشن هم میخونه. استی سگمنت دپریشن نسبت به تی ویو انورژن مهمتره، غلطیش کمتر است که ما استی سگمنت چینج که ایجاد شد نسبت به تی. تی ویو میتونه هر گونه مسائل فیزیولوژیک و پاتولوژیک قلبی و خارج قلبی تیر متاثر بسازن، ولی استیر کمتر متاثر میشه. استی سگمنت دپریشن باید ارزیابی بکنیم که پیش مریض موجود است یا نه و تشخیص میکنیم. چند نوع استی سگمنت دپریشن وجود داره؟ یکو نرمال است. میتونه استی سگمنت جانکشنال استی سگمنت دپریشن باشه. جانکشنال استی سگمنت دپریشن به چه شکل است؟ اینی نوع استی سگمنت دپریشن به نام جانکشنال استی سگمنت دپریشن نوع فیزیولوژیک است. چطور بفهمیم که نوع فیزیولوژیک است؟ استی سگمنت دپریشن نوع فیزیولوژیک است وقتی میفهمیم که اگر ما از موجی که اینی پیست و این قطعات استی هم چون رید سر است یک گراف رسم کنیم، یک پارابول تشکیل بده. وقتی پارابول تشکیل پیدا کرد به این مانا که تنها در قسمت جی پوینت کرده که اتصال است دپریشن پیدا کرده، اینه جنکشنال استی سگمنت دپریشن یک نوع فیزیولوژیک هم میتونه باشه. یعنی مشکل نیست از کلینیکی. نوع جنکشنال استی سگمنت دپریشن فیزیولوژیک داریم، نوع جنکشنال استی سگمنت دپریشن پاتولوژیک هم داریم. جنکشنال استی سگمنت دپریشن پاتولوژیک در این حالت اگر ما بخواییم اون پارابول رسم کنیم، پارابول رسم نمیشه، چون اینی قطع این قسمت یک کمی دپرس شده، بیشتر دپرس شده. دارد اگر پارابول رسم کنیم این قسمت میمان است. پارابول رسم کردن این همه پاتولوژیک است که در حالت با اسکیمی میتونه بکنه.
استی سگمنت دپریشن میتونه به شکل هوریزونتال باشه. هوریزونتالش عمیق‌تر است. یعنی زاویه بین استیوتی تشخیص میشه. این شکل هوریزونتال استی سگمنت دپریشن میگه. هوریزونتال استی سگمنت دپریشن. استی سگمنت دپریشن به نوع اپورد سلوپینگ. این قسمتش بالاست. اپورد سلوپینگ. هم دلالت به اسکیمی میکنه. پسیره به نام اپورد سلوپینگ. این قسمت سلوپش بالا میره. اپورد سلوپینگ. استی سگمنت الیویشن دپریشن میتونه به شکل داونورد سلوپینگ باشه. به این شکل اسکیمی شدید. به این شکل اگه باشه دلالت به چی میکنه؟ اسکیمی شدید. اینا انواع استی سگمنت دپریشن هست که بس میکنه. شکل جنکشنال استی سگمنت دپریشن فیزیولوژیک داریم. جنکشنال استی سگمنت دپریشن پاتولوژیک است. هوریزونتال استی سگمنت دپریشن، اپورد سلوپینگ استی سگمنت دپریشن و داونورد. خود گفتن چقدر استی سگمنت مقصدش که این استی سگمنت دپریشن باید موجود باشه. یک شکل دیگهش به نام پلین است. شکل هوریزونتال وارست ولی یک کمی عمقش کمتر است. به شکل یک نواخت. به این شکل پلین استی سگمنت دپریشن. یک شکل دیگهش هم مانده براتون میگم. امیجا رسمش بکنم و شکل پلینش هم دلالت به اسکیمی میکنه. داونورد استی سگمنت دپریشن اسکیمی شدید است. این اسکیمی چی است؟ شدیدتر است. دوم دلالت به اسکیمی میکن. و یک نوع شکل دیگهش به نام سگینگ. سگینگ شکل کپ گیلاس به خود میگیره. یک باول یا کاسه یا گیلاس به این شکل. این به نام سگینگ SAGGING سگینگ استی سگمنت دپریشن دلالت به اکوت کورنری انسفیشنسی میکنه. اسکیمی شدید. اسکیمی چی؟ شدید. یعنی استی سگمنت دپریشن ها به انواع مختلف موجود باشه. پس تکرار میکنم، نورمال استی سگمنت داریم. یک وریانتش است که فکر میکنی غیر نورمال است، اما چون ریت سریتا دپریشن مدتش کمتر است، این شکل به خود اختیار که بازم یک رسم اگر بگیریم پارابول رسم میکنه. شکل جنکشنال استی سگمنت دپریشن فیزیولوژیکش است، اما میتونه جنکشنال استی سگمنت دپریشن عمیق‌تر باشه. جی پوینت پایان این بازوی استریم کش کرده باشه، پارابول رسم نمیشه. این را به نام جنکشنال استی سگمنت دپریشن پاتولوژیک میگن. هوریزونتال استی سگمنت دپریشن دلالت به اکیوت کورنری انسفیشنسی یا اسکیمی میکنه. و اپورد سلوپینگ، داونورد سلوپینگ، پلین استی سگمنت دپریشن و سگینگ فرم. این انواع مختلف از استی سگمنت دپریشن که دلالت به اسکیمی میکنه که در ارزیابی مریضا در نظر باشه. در ای سی جی که انواع مختلف استی سگمنت دپریشن هم شما داریم. این درباره استی سگمنت چی است؟ دپریشن است. چرا استی سگمنت دپریشن ایجاد میشه؟ میکانیزمش از نظر ویکتور آنالیز ایران برتون تشریح میکنم که چرا استی سگمنت دپریشن، چرا الیویشن ایجاد میشه.
خب یعنی استی سگمنت دپریشن چرا ایجاد میشه؟ استی سگمنت دپریشن به خاطر ایجاد میشه که در ای ساب اندوکار دل اسکیمیس چی هست؟ ساب اندوکار دل اسکیمیس ترانس مورال اسکیمی نیست در ساب اندوکار دل اسکیمی ویکتور به این شکل است سیپی کارت یعنی دور میشه از نای لید اینجا اگر فرض بکنی لید نصب باشه در سمت که دپولرایزد میشه بعد از دپولرایزیشن کامل دورتر میشه یک تیوری اینمی است به شکل بسیار آسان اگر قبول کنیم اینمی است که ویکتور به سمت جرحه چی میشه؟ به سمت اسکیمی که ساب اندوکارد است نزدیک میشه و دورتر از ساب میشه پس بنابراین ما استی سگمنت چی داریم؟ دپریشن داریم یعنی ویکتور استی دورتر میشه بنابر قانون ویکتوریال انالیزیس اما زمانی که این اسکیمی به شکل ترانسمورال باشه در این رسم دیگه اگر برتون واضح بسازم در ترانسمورال اسکیمی به این معنی که کل زخامت از عضله قلبی چی میشه؟ دچار اسکیمی میشه دچار اسکیمی شدید یعنی انجری است انجری اسکیمی شدید انجری میگه که در اکوت مایوکاردال انفارکشن یک فازش تغییر ECGش در استی سگمنت دیلیویشن است در اینجا به نایس ویکتور انالیز ویکتور که دپولاریزیشن اینجا دچار اختلال نشده تغییرات وجود داشته تراکم پوتاشم ایجاد شده و ویکتور به سمت لید نزدیک میشه در این حالت اگر شما یک لید بگذارین ثبت بکنین تغییری که ایجاد میشه استی سگمنت چی است؟ الیویشن در ساب اندوکاردال اسکیمی استی سگمنت دپریشن در ترانسمورال اسکیمی در حالت بچی بکنه استی سگمنت الیویشن چند نکته را منایس کلینیک برتون عرض میکنم در استی سگمنت دپریشن که یک علامه اسکیمی است هرچقدر عمقش زیاد باشه ما پیمان شدت اسکیمی رو نشان میده هرچقدر عمقش زیاد باشه 2 میلیمتر باشه بیشتر از 2 میلیمتر باشه با اون اندازه شدت اسکیمی رو نشان میده یک در چند لید اگه باشه وسعت اسکیمی رو نشان میده در 6 لید اگه باشه از V1 تا V6 از V1 تا V3 باشه که در بخش اینفرکشن لوکالایزیشن هم میکنیم که کدام وال دچار اسکیمی است آنتریسپتال است، آنتریور است، پوستریور است، رایت ونتریکول است، اینفریور وال است همیشه نظر بلید در بخش اینفرکشن باز تشریح میکنم در اینجا استی سگمنت دپریشن عمقش مهم است و در آنجین یک خصوصیت داره استی سگمنت دپریشن که گذری است پرزیستانت بود مثلا یک مریض استی سگمنت دپریشن داره سالها و ماها داره هر وقت هم بیا استی سگمنت دپریشن است نظر به تعریف ما از آنجین و پکتروس که هیبردین آنجین نیست یا آنجین نیست پیشرفته از اون استیبل آنجین است که دوام کردن و یا اینکه آفات سیستمیک سر قلب تاثیر کردن معاینات بیشتر نیاز داره که ما روشن بسازیم که مریض دچار اسکیمی کاردیزیز است یا خیر در اسکیمی کاردیزیز در آنجین آپکتورس که بیشتر تشریح کردم درد گذری است تغییرات ECG هم چیست؟ گذری است یا ترانزین با وجود نباشه حالا استی سگمنت الیویشن در نزد مریض هایی که دچار اسکیمی است نسبت به استی سگمنت دپریشن شدت اسکیمی رو نشان میده استی سگمنت الیویشن شدت چی رو نشان میده؟ اسکیمی رو نشان میده پا کدوم میکانیزم استی سگمنت الیویشن با وجود میاد؟ اول این رو خود میفهمیم که استی سگمنت الیویشن میگیم ترانسمورال اسکیمی است ویکتور به سمت لیتی میشه؟ نزدیک میشه به سمت ولی تیروی ناو مسئله دیپولاریزیشن کرنت و دیاستولیک کرنت و سیستولیک کرنت است که از تشریش میگذاریم در اینجا که دیاستولیک کرنت نقش داره و سیستولیک کرنت در حقیقت استی سگمنت الیویشن نشده میگه تی پی تغییر کرده بیر یک اندازه روشنی میدازم که شما رو گیچ و گنگز نکنه ای سی جی نرمال تیوری ناو نظرات ناو در اثر مطالعات الکتروفیزیولوژیک بالای لیف عضلی قلبی صورت گرفته استی سگمنت که الیویت میکنه در حقیقت میگه الیویت نمیکنه یعنی می تی پی سگمنت پایین می خدا بالا نشان میده ولی ماشین نمیتونه پیکاپ بکنه تی پی سگمنت از بیزو الکتریک چی میشه پایان میه اینجا میه و متوقعی قطع همینجا صورت میگیره ایستی خدا چی نشان میده؟ بالا نشان میده چرا ای از بیز پایان میه در نایی که ازاله از دوچار اینجوری شده پوتاشیم در خارج وجود هم زیاد میشه و از داخل نمیمونه بیرون برای
تیوری که به نام دیاستولیک کرنت یاد میکنه و برعکس استیسمی دپریشن که نشان میده این بالا شفت میکنه. وقتی بالا شفت کرد او خود پایین چی میکنه؟ نشان میده. این اصل ایده ای جگه پس که تا حالا تشریح نشده تیوری مختلف جدید ای را زیادتر تایید میکنه که تیپی پایان خود بیس از الکتریک پایان میه استی خود بالا نشان میده. ماشین ایسی جی نمیتونه بکپ بکنه کلش در خط رسم میکنه و یا اگر تی پی بالا بره استی خود چی نشان میده؟ پایان نشان میده. این اصل گفت در اینجا است که اینه برتون اشاره کم که من از تیوری های جدید ولی چی مهم است یاد بگیرین وقتی میگم استی سگمنت الیویشن اسکیمی شدید تر ترانس مورال وقتی میگم استی سگمنت دپریشن سب ایندو کاردل اسکیمی ره نشان میده. استی سگمنت الیویشن یک از ساینهای گرافیکی است در نزد مریض های اسکیمیک کارد دیزیز هم در انفرکشن بلند میره در شروعش و هم در پرینز میتال آنجین هم بلند میره و هم در اسکیمی در آنجین ها پیکتورس به شکل ترانزینت بلند میره در پرینز میتال آنجین هم به شکل ترانزینت بلند میره. پرینز میتال آنجین چی است؟ آنجین است که در اثر اسپازم شریان کرونری ایجاد میشه. اسپازم شریان کرونری است در زمان استراحت به وجود میاد. استی سگمنت الیویشن ها چند میلی متر ایجاد میشه و یا متر گذری است. در شروع اکوت مایوکارد انفارکشن استی سگمنت الیویشن متر به وجود میاد که بعدا در بخشش تشریح میکنیم. در آنجینا پکتورس که افورت آنجین است، ابردن آنجین است یا اکسرسایز ایندوس آنجین است، استی سگمنت الیویشن هم میتونه ایجاد شوه. میتونه ایجاد شوه اما گذری است. استی سگمنت الیویشن در کدام حالات بلند میره ایره یادآوری میکنیم. یعنی اسباب چی است؟ کاز آف استی سگمنت الیویشن در کدام حالات استی سگمنت الیویشن میشه یعنی بلند میره. یک امیال برتون تشریح کنم اسکیمی شدید سیویر باشن ترانس مورال باشن. دو اکوت مایوکاردال انفارکشن. سوم پرینز میتال آنجینا. پرینز میتال آنجینا نام نفر است. پرینز میتال بار اول در سال 1959 چسپینر تشریح کرد که در سر اسکیمی ایجاد میشه و اسکیمی هم در سر اسپازم شریان کرونری ایجاد میشه. پرینز میتال آنجینا یک واریانت آنجینا است به نام واریانت آنجین هم یادش میکنن که بخیر در بخش پاتولوژی میخونیم. چهارم در پریکاردایتس هم استی سگمنت الیویشن بلند میره. پریکاردایتس. پنج در لفت ونتریکولر انیوریزم یک از اختلاطات انفرکشن است که در بخش انفرکشن میخونیم. استی سگمنت الیویشن اگر از اضافه‌تر سیمات دوام بخوره تال بخوره فکر میکنم که منیس انیوریزم ساخته اسکار ساخته ایالت با وجود میره. ششم در لفت ونتریکولر وال موشن ابنورمالیتی در اثر اسکار فانکشنش ضعیف باشه هم استی سگمنت الیویشن میتونه که پیش منیس ایجاد شده. یعنی می او اسباب استی سگمنت چی هست؟ الیویشن. اسباب استی سگمنت الیویشن معمولش اینه می هست. خب استی سگمنت الیویشن هم به شکل کنکیف میتونه باشه و هم به شکل کنوکس میتونه باشه. در مریضایی که مصاب بانجین است کیو نداره یک فرقش با ایمای به این شکل استی سگمنت بلند بره استی سگمنت الیویشن پیدا کرد و یا در انفرکشن به این شکل میشه بلند بره. این کنوکس میگه این کنکیف میگه کنکیف ایره کنوکس میگه کنوکس محدبیت داره کنکیف مقعریت داره. این کیف کویتی گرفته شده کنم از مخروط بیشش پردان تشریح میکنم. کنکیف و کنوکس میتونه که به این شکل هم استی سگمنت الیویشن موجود باشه. هرچقدر ارتفاعش بیشتر باشه شدت اسکیمی را به اون پیمانه بیشتر نشان میده. در چند لید اگه باشه نشان میده که وسعت اسکیمی چی پیمانه بیشتر میباشه. حالا بس سر استی سگمنت الترننس میاریم که تغییرات در قطعات استی است. ای از دریافت های نادرش است. گاهی وقت اتفاق میفته که استی سگمنت از نظر دپریشن از نظر الیویشن الترننس داره ارتفاعش
در یک در عین لید در یک کمپلکس بلند است، در یک کمپلکس کم پایان تر است. این الترنانس میگن متنوع، نشان میده که بیت های قلبی در بیت های متفاوت نسبت به پتانسیلی که داره فرق داره و این ریکوردینگ میتونه پیش مریضان ایجاد شه. این نوع تغییرات به نام استی سگمنت یاد میکنه، الترنانس یاد میکنه. خب این قطعات استی سگمنت خلاص شد به مقاله است. دومین معاجه که تغییرات به وجود میاد، معاجه چی است؟ تی ویو است. تی ویو با چی شکل میشه؟ نورمال کاراکترستیک وصفی تغییر دیسیجی تی ویف چی است؟ انورژن است، معکوس میشه. یعنی دیسیجی اگر داشته باشه قطعات تی تنها موجیش چی میشه؟ معکوس میشه. میتونه همزمان با چی باشه؟ تغییرات استیان باشه. تی ویف انورژن یک موجی وقتی است برای اسکیمی شدید وصفی است که سیمیتریک باشه، متناظر باشه. متناظر به این معنی است که اینی شعبه نازلش با این شعبه سایدش چی باشه؟ مساوی باشه. متناظر اگه باشه بیشتر اسکیمیک است، عمیق باشه شدید است، و چند لید باشه وسط چه نشان میده. بازم تی و ونورجن هم تی نسبت به استی در اثر امراض مختلف میتونه که چی شود؟ متاثر شود. این نقطه هم در نظر داشته باشه. بعضی وقت تی بتونه فلات باشه، هموار سیس به شکل فلات لو ولتاژ باشه، ولی زیاد وصفی نیست در اسکیمیک هارت دیزیز. و تی پیک تال بلند در شو اینفرکشن داره، اکوت کورونری انسفیشنسی در حادثه اکوت کورونری سندروم اول تی خود بلند میکنه. او را باید غلط نکنه که چی است؟ تی اسکیمی میتونه باشه. پس این سه تغییر در تی میتونه که موجود باشه: تی ونورژن، تی فلات و تی پیک. این پرایمری چینج است، پرایمری چینج. اما تی ویف در حالات مختلف متاثر میشه. مثلا در کدام حالات؟ یکی تی ویف رید دیپندنت میتونه باشه، رید سری باشه تی تغییر میکنه. در بندل برانش بلاک، در لفت بندل برانش بلاک تی معکوس میشه، کیورس کمپلکس وایت میشه، تی معکوس میشه اسکیمی. فکر نکنه ممکن ناشی از چی باشه؟ لفت بندل برانش بلاک باشه. در هایپرتروفی ها لفت ونتریکولار هایپرتروفی، پس عوامل مختلف میتونه سر تی تاثیر بکنه، سبب تغییرات تی و استی شوه که تحت عنوان نان اسپسیفیک تی و استی چنجات میکنه. چی هست؟ نان اسپسیفیک، نان اسپسیفیک تی ان استی چنج، چون هر دو تغییر میتونه ایجاد شوه. استی سگمنت چنج او تغییرات است که غیر از قلب از باعث عوامل مختلف میتونه ایجاد شوه. مثلا از جمله عواملش یکیش فیزیولوژیک است. فیزیولوژیک مثلا در حالت انزایتی، استرس، هایپر ونتیلیشن، اکسرسایز، حالات عصبی، گرفتن غذاهای ثقیل، یک علتش میتونه حالاتی که باشه فیزیولوژیک داشته باشه. از حالات فیزیولوژیک میتونه که یه حالت با وجود بیاد. دیگه حالات میتونه سبب تغییر در مواجه تی و استی سگمنت بشه به شکل نان اسپسیفیک. مثلا در شاک، در الکترولایت دیستربنسز، پانکراتایتس، کولسیستایتس، آف آهات عصبی، سکته های مغزی، التهاب پانکراس، التهاب کیسه صفرا، انیمی و این حالات است که سبب تغییرات در استی و استی چنج میشه که کلینیک و معاینات دیگه کمک میکنه که ما آیا مریض رو تشخیص بکنیم که نان اسپسیفیکش استیش یا دلالت به امراض قلبی میکنه. در امراض قلبی هم میتونه تغییر ایجاد بشه. امراض قلبی اولش ایسکیمی کاردیز است. غیر از ایسکیمی کاردیز در مای کاردیز، در کاردیومایپاتی، در آمیلویدوزیس، سرکویدوزیس، هموکروماتوز قلبی، امراض والوولر، در یه امراض که تنشن سر قلب ایجاد میشه تغییرات در استی و تی چنج میتونه که ایجاد شه. پس ما این فکر نکنیم که پاتولوژیک باشه. از او خاطر تنها تاکید انگشت سر ایسیجی نمانند در مریض ایسکمیک هارت دیزیز که اوور دیاگنوز شوه، دلالت به نام یک مقوله است ایاتروجنیک،
ECG heart disease over diagnose بکنیم برام ایتروجنی که ECG heart disease یاد میکنن تنها از روی ECG شما برخورد کرد این تشخیص ایجاد میکنن. خب این حالت چرا تی معکوس میشن از نظر وکتور انالیز ای گپ بسیار مهم است که بفهمین چرا معجی تی منفی میشه در اسکیمی. ببینین ای عضله قلبی است، این قسمت سب اندکار در اسکیمی پیدا کرده. معجی تی یک معجی ریپولاریزیشن است یا دیپولاریزیشن؟ ریپولاریزیشن. نورمال ریپولاریزیشن از کجا صورت میگرفت؟ از ای بی کارت و اندکارت. ولی در مریضی که دوچار اسکیمی باشه این موجه خود چی میکنه؟ وکتور معکوس میکنه خود با این دو کارت توی بی کارت رو میگه. خب این حال وکتور ریپولاریزیشن نهایتش چی هستی؟ منفی است اگه یادتان باش منفی به سمت مثبت نزدیک میشه چی ریکارت میشه دی؟ منفی ریکارت میشه من از قانون وکتور انالایزیز موجی دیپولاریزیشن به طرف قطب مثبت نزدیک میشه مثبت. از قطب مثبت دور میشه منفی. موجی ریپولاریزیشن با قطب از قطب مثبت دور میشه مثبت. با قطب مثبت نزدیک میشه منفی ریکارد میشه. بنابراین این حالت است که تی انورت یا تی معکوس در اسکیمی کاردیزیس ما داریم در صورتی که ساب اندکار در اسکیمی به اولین جایی که اسکیمی پیدا میکنه ساب اندکار در است. متاسفانه در پروسه اتروسکلروز چرا؟ به خاطر بیشترین فشار سر اندکار در صفحه سیستول. مصرف اکسیژن هم بیشتر صورت میگیرم. اگر یو باشه استی سگمنت چینج براتون گفتم تو تی ویو انورژن هم گفتم انواع تی تغییر تی ویو چینج میتونه انورژن باشه میتونه تال باشه میتونه فلات یا اموار باشه یا میتونه پیک باشه. سوم یو ویو یو اگر موجود باشه هم شکل تی تغییر میکنه یو ویو انورژن میتونه دریافت غیر اختصاصی است گاهی وقت پیدا میشه یو ویو انورژن یکی از دریافت های اسکیمی میتونه که موجود باشه. چهارم کیورس چینج در کیورس کمپلکس چی تغییرات ایجاد میشه یگان وقت به شکل گذری کیو ویو پیدا میشه کیو ویو ترانزنت که این انفرکشن نیست گذری سیویر اسکیمی رو نشان میده که اون منطقه عضلی دوچار اسکیمی سایلنت میشه از نظر الکتریکال اکتیویتی اما این ترانزنت یا گذری است کیو ویو گذری هم در اسکیمی شدید ایجاد میشه در حالی که کیو مال چی بود انفرکشن بود کیو ویو اگر موجود باشه دلالت به انفرکشن میکنه استیلویت مایکارد انفرکشن. پس اگر کیو موجود باشه گذری زود خوب میشه سیویر اسکیمی رو نشان میده و یک موضوع دیگه تاکید که است QRS تی انگل یا تانگه باشه گفته بودم یک زاویه بین QRS تی است. این زاویه کدام زاویه است؟ در ویکتور انالیز است زاویه وجود داره این بیشتر از 60 درجه میشه این رو باز برتون توضیح میشه توضیح میتونم در پلان قدامی در لید های قدامی ویکتور QRS کمپلکس از بالا به طرف چی است؟ به طرف پایان است و ویکتور ریپولاریزیشن هم 30 تا 40 درجه تفاوت است. یعنی ویکتور با این ویکتور اگر زاویش اندازه گیری بکنیم ویکتور ریپولاریزیشن دیپولاریزیشن 30 درجه است. نما در این مریض ها از 60 درجه بیشتر میشه از خاطر است که QRS اگر مثبت باشه تی چی است؟ منفی می باشه. این بود تغییرات در اسکیمیک هارت دیزیز در آنجینا پکتورس. لکچر بعدی انشاءالله اکیوت مایکاردال انفرکشن